همین ها هستن. فرصت نیست، اینم باید شرح و بسط داده بشه، قابل توجه دانشجو اقتصاد و حسابداری این حوزه. به شدت اینا ثروتمند میشن، در حالی که از سال 1037 که صلاح الدین ایوبی در در دره حاتم اینا رو شکست میده، دیگه شروع میکنه عقب نشینی کردن و تا امروز دیگه نتونستن بیت المقدس رو پس بگیرن، یا به زعم خودشون معبد سلیمان رو پس بگیرن. آرزوشون یک بار دیگه برگردن اونجا، هنوز که هنوزه که ما اینجا نشستیم کامل نتونستن بگیرن. امروز بیت المقدس به لحاظ جمعیتی بیش از 75%شو گرفتن. بیت المقدس غربی که مال اونا، شرقی هم که مال ماست، انقدر برداشتن توش شهرک سازی کردن، بیش از 50% جمعیت اونجا رو هم دارن، اما به طور کامل نتونستن. آرزو به دل ماندن، اینا برمیگردن. شوالیه های هاسپیتالر تحت حمایت کیان پاپ، شوالیه های تمپلر نه چندان، پادشاه ها شاکیان، میگن بابا ما این همه پول واسه اینا فرستادیم، رفتن همینجوری شکست خوردن، که چی؟ این اصلا اتفاق خوبی نیستش. فیلیپ لوبه در زمان پاپ کلمنت پنجم دستور قتل عام شوالیه های تمپلر رو، رهبران اینها رو همه رو دار میزنن، میکشن فلان. ببینید به چه جوری، خوب دقت بکنید، این جورش خیلی جوری، به چه جوری؟ کودتا، فساد اقتصادی، اختلاس مالی، هیچ کدوم. ببینید، باردار کردن دوشیزگان، خوردن خاکستر مردگان، همخوابی با شیاطین، هم جنس بازی، پرستش شیطان، جنگیری. اینا مال چیه؟ کابالا. اصلا ببینید، علاوه بر اون که دنبال دلیل سیاسی اقتصادی داشته واسه کشتن اینا، واقعا دلیل دینی هم داشته. چرا پاپ میاد از شوالیه های هاسپیتالر دفاع میکنه؟ چون بدبخت ها تو این حوزه وارد نشودند، میکشن، تمام ثروت اینا رو میگیرن میدن به شوالیه هاسپیتالر که بگن ما به ثروت شما هم چشم نداشتیم. شوالیه هاسپیتالر اول میرن توی قبرس، اینا آروم رو از مسلمان شکست میخورن، عقب نشینی میکنن توی قبرس، صادرات شکر رو میندازن. بعد از اونجا 1522 وارد، فکر کنم اشتباه نکنم البته، وارد یونان میشن. در جزیره رود یونان یک قلعه میسازن که یکی از شگفتی های قلعه سازی دنیا بوده. بعد از اونجا اینا رو میندازن بیرون، تمام پادشاهان کشور اروپایی آرزو داشتن ببین تو کشورشون که چی بشن، سرمایه‌شون وارد اونجا بشه. جزیره مالت رو پادشاه اسپانیا در قبال سالی یک باز شکاری به اینها میده، سالی یه دونه باز شکاری به من بده این جزیره مالت. هنوز که هنوزه در کشور مالت هستن. شوالیه های تمپلر چی میشن؟ شوالیه های تمپلر فرار میکنن، میرن به اسکاتلند بعد از اون قتل کشتار. اما کینه ای عجیب از کیا دارن؟ پاپ. سیستم حکومتی، از همه مهمتر هاسپیتالر، که پدر شما رو هم در میاره. در جریان انقلاب فرانسه، اینم بهتون بگم قبلش، هاسپیتالر ها اونجا آکادمی دریایی رو میندازن، اولین کشتی که کفش فلزی بوده با 50 توپ رو اینها ساختن. اصلا همینا بودن الگوی کشتی سازی رو به انگلیس ها یاد دادن و بعدن استعمار دریایی شروع شد، توسط همینا بوده، از همینها یاد گرفتن، نیروی نظامی ثروتمندی. دیگه اینها یک مش صلیبی مؤمن معتقد نیستن، اینا تو ظروف طلا غذا میخورن، وقت غذا خوردن ارکستر زنده براشون مینوازند و فلان، و یه اشرافیتی پیدا کردن. در جریان انقلاب فرانسه که از صدر تا ذیل، تأکید میکنم از صدر تا ذیل، تمام رهبران فراماسون تمپلر هستند، پدر هاسپیتالر رو در میارن، میگن شما در مقابل در قبال 12000 فرانک لویی 16 رو فراری دادید. حمله میکنه، بعدها ناپلئون چیکار میکنه؟ جزیره مالت، تمامی گنجینه رو برمیداره، میرزه توی کشتی. زمانی که داره برمیگردونه تو سواحل مصر، خوب گوش کنید، انگلیس ها حمله میکنن و آب میره زیر ته دریا، تا الان هم پیدا نشده. شما گفتی ما باور کردیم، اینجا ما رو پیشینمون یه چیزی نوشته، شما 5 تومانی رو هوا با 7 تیر 8 سلاخ میکنید، حالا یک کشتی گنجی که اینجوری شما دارید شهر میدون زیر آب تایتانیک رو رفتید وسط اقیانوس کشیدید بیرون، اینجا کاری ندارید. نه، در خفا آره زد و بندهای صورت میگیره، ثروت در اختیار تمپلرها قرار میگیره. اینها انقلاب فرانسه رو یاد میخوادن. باز یه فلاشبک برمیزنم، برمیگردم به عقبتر. دوستان ببخشید، مسئله تاریخیه، بعد خیلی تئوریه، انشالله که خسته نشده باشید.
خدمتتون عرض بکنم این حال قرن 14 فرار کردن رفتن به اسکاتلند، توی اونجا قدرت میگیرن، پادشاه اسکاتلند ازشون حمایت میکنه و لوژ والد بیگز رو به وجود میارن و قدرت امروز دنیا هم تو اروپای شمالیه. اگه شما فکر میکنی آمریکا و نمیدونم چی، اصلا اینا همش کشیه. تمام قدرت، تمام برنامه ها تو اروپای شمالی داره برنامه ریزی میشه امروز. بیل دلبر جلساتش باید اونجا باشه. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم اونا دارن بیل دلبر چی داره؟ جلسه داره. خیلی هم مخفیانه است و پلیس های امنیتی. بعد بعضی از چیزها رو نگاه بکنید، بعضی از مدعوین، رئیس WTO، رئیس بانک اروپا، همه ثروتمندا. خب دوستان، اینها میدونید که ماجرا رو خب عبور میکنیم. اینها میان توی انگلیس، میدونید اسکاتلند، ایرلند، ویلز، انگلستان در یک منطقه هستن، درسته؟ بریتانیای کبیر. اینها میان توی انگلستان نفوذ میکنن تا بالاخره سرتون در نیارن 1717 اولین لوژ فراماسونری رو از ترکیب لوژهای پیران و جوانان شکل میدن و در کمتر از 100 سال شبکه مخوف، مخفی و سرطانی فراماسونری تمام دنیا رو میگیره. تمام دنیا. شما تو ذهن سوال بابا انگلیس چطور تمام دنیا مستعمره شدن؟ از اون اندونزی، هنگ کنگ مال انگلیس بوده تا کجا؟ تا آرژانتین. در حکومت بریتانیای کبیر هیچگاه خورشید غروب نمی کند. چطور بوده؟ توسط همین شبکه. تو کشور خودمون مشیر و دوله ها، فروغی ها و امثال هم، میرزا ملکم خان، اینها سر دادن امتیاز به انگلیس ها با هم رقابت میکردن. دلیلش چیه؟ عضو این شبکه نحس و شیطانیه. این تاریخچه نسبیش میگذره، امروز هم هستن و تصمیمی گرفتند. از سال 2007 به بعد تصمیم فراماسونری مبنی بر این بوده که علمی بشه، خودش میخواد رو کنه، عمدی عمدی خودش رو داره رو میکنه که من و شما اینقدرم این رازآلود و اسرارآمیزه که خود ما بریم گیر این باشیم، درسته؟ بقیه برنامه‌ریزی که واسه ما کردن رو فراموش بکنیم. لذا تأکیدم بر اینه، بحثایی که الان میخوام مطرح کنم نسبتاً جذابه. خب لذا خواهش ازتون میکنم خودتون مسحور اینها نشید، از بالا به این مسئله نگاه کنید. تمام شده است اینها، ما میخوایم برنامه پلن اصلی اینها رو بگیم. خب این تاریخچه نسبی اینهاست. عقایدشون، اعتقاد افراطی بیش از حد به نمادگرایی. ببینید دارم تاکید میکنم، تحجر دارن، تعصب دارن. بنده یک مورد مثال سراغ ندارم که اینا یک کاری در دنیا کرده باشن نمادگرایی نکرده باشن. چرا؟ چون از کجا وام گرفته تفکر خودش رو؟ از مصر باستان، نمادگراترین حکومت و تمدن. راجع به نمادهاشون هم توضیح خواهم داد. اعتقاد به اومانیسم، ماتریالیسم و انترناسیونالیسم. خدایی وجود نداره. اومانیسم انسان محوری معنا نشه، انسان خدایی معنا بشه. ماتریالیسم مادیگرایی که خیلی جالبه با تورات و تلمود همخوانی داره. انترناسیونالیسم جهان وطنی. احمد شاه خطاب به محمد علی فروغی وقتی داشت میرفت گفت تو یه جونوری هستی که اصلا کشور حالیت نمیشه، شما انسانهای جهان وطن هستید. ماسون بود محمد علی فروغی. 3. اعتقاد به کابالا و پرستش لوسیفر، شیطان در درجات بالاتر این شبکه به عنوان موجودی عینی و حقیقی، و اعتقاد به تورات و تلمود به عنوان مانیفست و کتاب هدایت انسان. در درجات پایین تر فراماسونری، ساختار سازمانشون بهتون توضیح میدم، اینها اصلا به شیطان و اینجور چیزا اعتقادی ندارن، خدایی رو هم قبول ندارن، اومانیستن، سکولاریستن، خدایی وجود نداره، ماتریالیستن، مادیگران. اما در درجات بالا که استفن نایت میگه این درجه از 22 به بالاه، رسماً پرستش شیطان و ارتباط با شیاطین مطرحه. کتاب برادری استفن نایت. استفن نایت میدونید یکی از اعداد مورد علاقه فراماسون ها چیه؟ 33 هستش، درسته؟ استفن نایت 18 ماه بعد از چاپ کتابش در سن 33 سالگی خودکشی میکنه. خب ساختار سازمانی، ساختاری به شدت پیچیده داره. یعنی همین الان که شما نگاه میکنی بالاخره نمیفهمید لوژهای آلمانی و فرانسوی و امریکایی و نمیدونم اسکاتلندی اینو با هم خوبن، با هم اختلاف نظر دارن ندارن، چطوره. در کل اینو بهتون بگم، در تاکتیک ها شاید اختلاف نظر داشته باشن، اما در استراتژی ها هرگز. و همه اینها نگاه کنید، این چه اون چه که امروز دارم خدمت شما عرض میکنم یک بخش کوچک از هرم قدرت صهیونیسمه.
صهیونیستان نیاز به نخبگانی داشتن که توسط اونها دنیا رو اداره کنن. اینها کیا شدن؟ فراماسون‌ها. یک بخش کوچک